نگار، نگار، نگار جان، نگار جان، نگار جان، خوبی؟ نگار جان، حالت خوبه؟ سلام. نگرانت شدم دختر. ممنون هاش خانم، لطف کردی. دستتون درد نکنه. سلام هاج خانم. سلام. چی شد از 8 صبح چند بار بهت زنگ زدم؟ گوشی تو چرا جواب نمیدی؟ منتظرتن. میدونی چند بار تا حالا زنگ زدن؟ مگه قرار نبود 9 صبح اونجا باشی؟ وای، ساعت 11. اشکالی نداره. بودو برو آماده شو. اشکالی نداره. آماده شو، زود باش. لباسامو بپوشم. چمدون تو بستی؟ بله. خیلی خوب، بدش من. ببخشیدا. ایراد نداره. آماده شو، زود بیا. دستتون درد نکنه. نگران هیچی نباش. هر موقع هم کار داشتی بهم زنگ بزن. مرسی. اینجاست خانم؟ نمیدونم. چه شهید رحیمی پلاک 7 همین دیگه. سلام نگارم. سلام. سلام، خیلی خوش اومدی. ممنون. نه بیا تو در بیار، راحت باش. ببخشید. راحت پیدا کردی؟ بله، خوب بود. چمدونتو بذار همینجا. خانم ابراهیمی گفت ساعت 9 میای. رفتم دانشگاه، دیر شد. سلام نگار جون. سلام دخترم نیلوفر. حالتون خوبه؟ مرسی، خوش اومدید. راحت باش. بهمن تا ساعت 10 منتظرت موند، خیلی دلش می‌خواست تو رو ببینه. بعد رفت کارخونه. من میرم برات شربت بیارم. زحمت نکشید. هیچ زحمتی نیست. میگم بیرون خیلی گرمه، نه؟ گرمه.
تو راحت باش. وای مامان اصلا فکرشم نمی کردم چقدر خوشگل ابروشو دیدی. تو هم خوشگلی. بده من شربت رو ببرم. نه تو برو پیشش، تنها نباشه، من میارم. باشه بس من میرم، تو بیا زود. لطف کردین، ممنون. راحت باش عزیزم. مرسی مامانم. خودت چی؟ من میل ندارم عزیزم. تو گرم نشده بخور. چشم. بیا تو عزیزم، اینجا اتاق توه. قبلا اتاق همم بود پسرم. این کشو رو برای تو خالی کردم. مرسی. بقیهش قفله، خرت و پرتای هومن توشه. ملافه تختم تازه عوض کردم. دستتون درد نکنه. اینجا یه بالکنه، ما بعضی وقتا اونجا میشینیم غذا میخوریم. اگه خسته نیستی میتونی چمدونی تو باز کنی، چیزاتو بچینی. میخوای کمکت کنم؟ نه ممنون. خب بریم از مادر، راحت باشه. راحت باشه. چه خبره؟ هنوز یه روز نیومده، روحیه نیلوفر کلی عوض شده. نگار دختر باهوشیه، تو درسای نیلوفر میتونه بهش کمک بکنه. فقط آدم دلش میسوزه چرا سرنوشته شده این. آره دختر خیلی خوبیه. گرفتی بردیگه تعهد از ابراهیمی؟ ده آنه یادم رفت. اونی بگو فردا اول وقت برات بفرسته. این چند روزه مثل برق و باد میگذره. از فردا هم سعی کن بیشتر بهش نزدیک بشی، باهاش حرف بزنی، یه کاری کن که همش خوب بشه دیگه. بازم آب چایی بذارم؟ نه هر چی رو که صلاح میدونی ریز بریز بهش بگو. از خودمون، ازدواج، تولد بچه ها، فامیلا، کارخونه، همه چی اینطوری بهتره. سلام، صبح بخیر. سلام، صبح بخیر. بیدار شدی؟ بله. بیا بشین عزیزم، برای چای بریزم. شما چرا زحمت میکشین؟ خودم میریزم. زحمت نیست عزیزم. ممنون، دستتون درد نکنه. خب خانم خانوما، کی قراره تدریستو تو دانشگاه شروع کنی؟ استادم گفته بعد از پایان نامه منو معرفی میکنه دانشگاه شهر ری، چند تا کلاس بهم بده. چقدر خوب، آفرین. خواب تو بیار جلو عزیزم، برات پنیر بزن. خب از کار توی آموزشگاه راضی هستی؟ بد نیست. هفته سه روز باید برم اونجا. چطوری میخوای از اینجا بری؟ مترو از اینجا خط داره. باریکالله، پس میدونی.
حقوقش خوبه؟ خوب که، ولی خب چاره ای نیست. چرا شاگرد خصوصی نمیگیری؟ آخه اونجوری باید برم خونه شاگردام. خب برو عزیزم، چه اشکالی داره؟ آدم جایی رو که نمیشناسه یکم سخته. راست میگی. من امروز باید برم فرزاد عموشو ببینم، اگه اجازه بدی. چه اشکالی داره عزیزم؟ میخوای بگو اونا بیان اینجا، من تلفن بزنم ازشون دعوت بکنم؟ نه خیلی ممنون، همون بیرون خوبه. حتما میخوان بپرسن تجاد اینجا راحته. من عموشو پیش خانم ابراهیمی دیدم، بسیار مرد محترمیه، خیلی هم جدیه. خیلی مرد مهربونیه. دو سال پیش زنش و دخترش توی تصادف کشته میشن. جدی؟ نمیدونستم. نمیدونم، مثل این که برای عروسی دخترشون رفته بودن یه جای اطراف کرج باغ ببینن، بعد تصادف میکنن جفتشون کشته میشن. خیلی متاسفم. آدم درست شب عروسی دخترش. دخترش چند سالش بوده؟ همسن من بود. دوره جون. فرزاد میگه بعد از اون ماجرا دیگه با هیچ کس رفت آمد نمی کنه. اما فرزادو خیلی دوست داره. سلام. سلام. سلام دخترم. حالت خوبه؟ حالت خوبه؟ آقا تایی باز منتظر شما. بریم نگو. این باغ همه زندگی عموی منه. اگه این باغ نبود که اون بیچاره تا حالا داغون شده بود. چقدر خرمالو. واقعا میبینی؟ عمو داره میاد. این باغ مال پدر بزرگ بابام بود. برای هر کدوم از ماها یه درخت کاشتن اینجا. اینجا هر درخت یه نفره. اما گفت عروسی که کردیم میخوام برای نگارم یه درخت بکارم. سلام عمو جان. سلام عروس. سلام. اینو برای شما کردم اما نرسیده، باید نگرش داری برسی. ممنونم. اما خانم ابراهیمی بهتون زنگ زدن؟ برای ولی حالا یه صد دیگه برای ببینم شما. خیال راحت باشی، منطور دست خانواده نمیسپاریم که نشناسیم شما. خانواده رستمی بسیار آدم های خوبی هستن. 15 سال تموم در بهزیستی از تو حمایت کرد. دانشگاه فرستادنید، مدرسه فرستادنید. حالا هم تا روز خواستگاری فقط خونه اونا هستی. البته من قبل از عقد با برادرم صحبت میکنم. بالاخره اون باید بفهمه که تو دختر رستمی نیستی. خب من برادرم رو میشناسم. دلم خود اون خودش تو رو ببینه. برای من همین کافیه. ببین این مسئولیت برای من خیلی مهمه. اگر تو قراری که عروس ما بشی که انشالله میشی، دلم میخواد خیالت راحت باشی. خیلی دوستانه میخوام ازت بپرسم. اونجا که هستی راحت هستی؟ تو اون خونه نگرانی نداری؟ واقعا یه جوری با من رفتار میکنن انگار دخترشونه. خب انشالله که خیره. من که بهت گفته بودم بدون تعهدنامه نباید نگار پاشو بذاره تو خونه ای من. همین مونده که فقط انگ کلاهبرداری هم اون بزنن.
من پای آبرو که در میون باشه نه فرزاد رو میشناسم، نه عموش رو میشناسم، نه حتی تو رو. شوخی که نیست؟ بهمن جان عزیزم، من فکر کردم عموی فرزاد برگه تعهدنامه رو امضا کرده. من که نمیدونستم. نمیدونستم یعنی چی؟ نمیدونستی بعد نگار رو ورداشی آوردی خونه؟ ما رو پاش کارو به دست کی سپردیم؟ ای بابا، میگم نمیدونستم. اگه میدونستم پیگیری میکردم. ببین، من به خانم ابراهیمی هم گفتم بدون تعهدنامه نگار باید برگرده، همینو بس. باشه، مگه من چیزی گفتم؟ الانم دارم میرم پیش خانم ابراهیمی، عموی فرزادم داره میاد اونجا که تعهدنامه رو امضا بکنه. الان میخوای بری؟ آره. خب چه بهتر، منم میام. اصلا میخوام خودم تعهدنامه رو ببینم. خانم رستمی و آقای رستمی رو من خیلی وقت میشناسم، از زمانی که مددکار نگار بودم. خانم رستمی فکر میکنم 15-16 سالی میشه دیگه. بله همینطوره. خواهش میکنم راحت باشید. متاسفانه کم سعادت بودم و خیلی دیر با شما آشنا شدم، ولی تو همین مدت کوتاه کاملا فهمیدم که شما چقدر نیتتون خیره. متنی رو هم که جناب رستمی تاکید دارن شما امضا بفرمایید، فقط برای اینه که فردای روز خدای نکرده برای خانواده‌شون مشکلی پیش نیاد. آقای امیری، با حضور شماست که این قضیه شکل گرفته، شما هم که قبول کردید. اصلا اینا همش تشریفاته، ما اصراری برای گرفتن. چرا میگی تشریفات؟ من خودم به کار خیر اعتقاد دارم. یه وقت فکر نکنین به خاطر منیر پا پیش گذاشتم. نگار مثل دخترمه. هر کس دیگه جای نگار بود من اصلا وارد این قضیه نمیشدم. اما آقای امیری، مسئولیت این قضیه اصلا کم نیست. آدم وقتی میخواد یه کار خیر انجام بده باز هم قواعد خودشو داره. امضای این تعهدنامه هم قاعده این کاره. ببینید آقای رستمی، من اگه 100 تا از این برگه هم باشه امضا میکنم، ولی قول آدم ها مهمه. من به شما قول دادم. من گفتم هستم، وقتی که هستم یعنی حرمت این بچه ها رو حفظ کردم. من هستم برای حرمت این بچه ها. آدم تا وجودش سراسر آتش نباشه نمیتونه اسمی از آتش ببره. نمیدونم شما آقای رستمی از حال روز من خبر دارید؟ از گذشته من خبر دارید؟ من سال هاست که در تنهایی و انزوا زندگی میکنم. من دخترم از دست دادم. نگار مثل دختر منه. من اونو سپردم به شما، به غریبه که نسپردم. این سندا، این ورگه ها ملاک نمیشه. قول آدم هاست که مهم. جسارت نباشه آقای امیری، من فقط جهت محکم کاری عرض کردم خدمتتون. آقای رستم، قلب آدم باید محکم باشه، صداقت باید اینجا آدم باشه. من امضا میکنم با کمال بیر خانم. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. این عکس عقد من و بهمنه، آذر 1355. آخه اینم خونه قبلی مونه، همون اینجا به دنیا اومد. یه خونه خوشگلی داشتیم میبینی؟ نینو فر شمایی؟ نه بابا، اینجا من هنوز به دنیا نایمدم که. ای وای، این فخری جونه. چیه فخری؟ ببین این اصلا من بهمن. بله. بیا این عکس تو رو خدا ببین، امکان نداره بشه از فخری جون. چقدر جوون بوده بابا. این پسر عموم پرویز، قبل از بهمن خواستگارم بود. ما توی اداره با هم کار میکردیم، پترو شیمی. آخه من شیمی خوندم. شما شیمی خوندی؟ آره. این واقع لباسونه. ببین عکس خالت رو نگاه کن، چقدر لاغر بوده. این عتیقه رو از کجا پیدا کردی؟ جلای اینا بود. آره خالم. وای اینم چقدر جوون. بابا یه میزه من اینجا بشینم. چاخ شده که خدا. اینجا رو ببین بابا، حسابی جست پدرانه گرفت. بذار عکسای هومن رو بهت نشون بدم. یه ورق بزنیم. برو برو برو. آقا این هومنه، اینم خانومش مارگریت خانم. هومن ایشونه؟ آره هومن
دکترای محیط زیست داره، ساکن آلمانه، زنش پیانیسته، اسمش مارگریته. مادر عکسای تولدت نیلوفر کجاست؟ تو آلبوم یوتیوب. حالا نمیخواد. بذار نگار با بقیه خانواده آشنا بشه بهتره. این عمو بزرگ منه، اینم دخترشه، ساکن کاناداست، اصلا شوهرش کانادایی، اینم پسرشونه که شغل آزاد داره. شغل آزاد چیه بابا؟ بگو کار نمیکنه بیکاره. حالا اونو ولش کن بابا، اینو گوش کن، عمه بود بابا میگفت خیلی مهربونه. خب آره جون خودش کهیر میزنه آدم، 100 کیلو عتیقه است اصلا خودش. بعد عروساش میگه عتیقه است، میگه عروسای عتیقه گیر من افتاده. بذار پسراشو بهت نشون بدم، اصلا یه پسرایی داره عجیب غریبا. فیسبوک نداری تو؟ نه. چرا؟ خوبه که نمیدونم. مومن پیغام داده. چی نوشته؟ مومن داره میاد. مامان داره میاد تهران. مامان مامان جانم مامان داره میاد. ای بابا مامان داره میاد. آره دیگه داره میاد. جون مادر راست میگی؟ آره دیگه خودش گفته. آخ جون چی تو دوها اینقدر بیخبر؟ بازم بیخبر. مامان داره میاد نگار. ببخشید من که زوغ زده شدم، خوشحال شدم این زبونم هم گرفت. چی عزیزم تو چند ناراحتی؟ نه گفتم وسایلم ببرم بیرون. آقا من داره میاد. چرا؟ اینجا خب بالاخره اتاقمونه. منم ولم کن، یعنی چی؟ من اصلا اینجوری نیست، برشم نوشته خودش برای 2 روز داره میاد، اونم صبح تا شب درگیر کنفرانسه، شب هم این همه اتاق داریم. تو الان نگران اینی؟ اصلا بذار ببینم کامل چی نوشته. نخوندم قهول شدم رفتم. نوشته نیلوفر جان سلام، من به جای دوستم حسام و قاسمی دارم میام تهران برای کنفرانس. گفتن داره میاد واسه کنفرانس. مجرده؟ نه متأهله. ای بابا تو این اوضاع حتما قضیه ما رو بهش گفتن. نمیدونی چند روز میمونه؟ فکر کنم 2-3 روز. پس ببین فقط حواست باشه عمو چیزی نفهمه. چرا؟ حساس بشه بگه این پسره که اومده نامحرمه، بعد اگه بابا اینا بفهمن ناجور میشه دیگه. باشه ولی آخه امون کسی به من زنگ نمیزنه. حالا نگاشون فقط حواست باشه پسرشون اونجا زیاد برخوردی باید نهشته باشه. میدونی چی میگم؟ اینجوری اونام راحت تره. وا من چی کارم اون دارم؟ تو رو نمیگم کلا گفتم، این چیزا هست دیگه نگاشون، خودمون باید مراقب باشیم. فرزاد من فردا بهت زنگ میزنم، الان دیگه نمیتونم حرف بزنم. باشه باشه عزیزم قد کن برو. تو قد کن. باشه شب بخیر خدافظ. باشه شب بخیر. ببخشید گند زدم با اشکال نداره با خوب از این خواهر ما اون یکیش اگه گوجه شیر نریختی به همین دیر نمید ببخشید بابا. چه لباس خوشگلی، پس چرا نمیای؟ داشتم میومدم. اینم دخترمون نگار. سلام. سلام به افن نگار خانوم. صبحت بخیر. برو بشین اونجا عزیزم. خوب خوابیدی؟ بله. ببخشید من دیشب نتونستم بیدار بمونم. خواهش میکنم. خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. قبول نیستا، دخترتون از ما بهتره، حق دارین هیجان زده این. شما همه تون خوبید. یکم نون به من میدی نگار جان؟ بله. این هومن شروع کرده، حالا حالا هم ول کنید. نه دیگه من داداش عروسم، هرچی دلم بخواد میگم. نه بابا من که هنوز پایان نامم مونده، ولی فرزاد یه هومن پاشو دیگه، من یه نگفتی با من میاد روشتشیه.
پس چرا نشستی؟ بابا بشین، ماما چای دادم آورده. بشین عزیزم. هم رشته ایم، اونم فوق فیزیکه. ولی کلا دو ماه همو میشناسیم. دو ماه؟ قبلش نمیشناختیش؟ کم نیست دو ماه؟ چرا تو دانشگاه میدیدمش؟ ولی از وقتی قصدشو مطرح کرد کلا دو ماه. شما که با هم مشکلی نداشتین، خب ازدواج میکردی فوقش بعدش به خانوادتون میگفتی. فرزاد نظر خانوادهش براش خیلی مهمه، مخصوصا پدرش، میگه حتما باید راضی باشه. خب درست میگه، خانواده خیلی مهمه. لابد با خودش فکر میکنه که اونا اگه از اول بدونن ممکنه مخالفت کنن، ولی بعد که نگار رو دیدن و مهرش به دلشون افتاد حتما قبول میکنن. خب اومدیم و قبول نکردن، اون موقع چی؟ واسه چی قبول نکنن؟ دختر به این خوبی با استعدادی مگه چشه؟ نه مثلا میگن این بازی ها چرا انداختی؟ اصلا بهشون بر بخوره. نه عموی فرزاد متحد شده که مسئولیت همه چی رو به عهده بگیره. فرزاد میگه اگه مامان و باباش منو بشناسن راحت تر قبول میکنن. خانواده فرزاد اگر وضعیت نگار رو بدونن که مثلا در واقع شرایطش رو اگه بفهمن ممکنه قبول نکنن. بعد خب اون موقع نقش خود آقا فرزاد این وسط چیه؟ فرزاد هم داره سعی خودشو میکنه. مصلحت اینه. آه پس مصلحت اینه که فعلا ندونن و مصلحت اینه که بعداً بدونن. بی خود پیچیدش نکن، الان که نمیخوان عقد بکنن، این فقط مال روز خواستگاریه. بعداً تا عقد عموی فرزاد باباشو مجاب میکنه. اینا فقط میخوان روز خواستگاری نگارو توی خانواده ببینن، همین. بقیش هم دیگه به ما مربوط نیست. انشالله به پای هم پیر میشه. به نظرم خیلی روی این مسئله تاکید نکنه، ممکنه دختر هوایی بشه. به هر حال با وضعیتی که نگار داره انتخاب زیادی براش نیست. خانواده فرزاد هم خانواده خیلی خوبی هست. من الان دارم بیشتر رو نفوذ عموش حساب میکنم. نگار دختر خیلی خوبیه، خیلی با استعداده. موضوع کارخونه چطوره؟ خوبه. چون فوق لیسانس قبول شده بود ما بهش کمک کردیم خونه بگیره، اما الان چون کار میکنه دیگه نمیتونیم. خودت که میدونی اینا رو. نگار جان شما کجا کار میکنی الان؟ من توی مؤسسه فیزیک درس میدم. دیگه نمیتونیم ما واقعا. به اساسی دیگه الان کمک حامی هم نمیتونه قبول کنه. خود خانواده حامی هم خبر داد. یعنی زنی تیزیز خانواده رستمی؟ آره دیگه خب چکار هم کردی؟ همین امروز صبح هم صابخونهش تماس گرفت. چی؟ چقدر این عصبی و بد اخلاقه. به من میگفت شما باید پول بدیم. هرچی بهش میگفتم پدرم اصلا این چیزا به من ربطی نداره، اصلا حالیش نمیشه. بهار، رئیس مرکز هنوز حیدریه؟ اوه، اون که خیلی وقت رفته ستاد، اصلا اینجا نیست دیگه. جدی میگی؟ آره، مریم جان، بیا اینو بگیر بر بالا کارتو انجام. بذار مدد کارت بیاد. نای جان، تو خودت این چیزا رو خیلی خوب میدونی. ما از نظر مالی فقط میتونیم یه بار کمک هزینه مسکن به بچه‌ها بدیم. دیگه وقتی اینا مستقل میشن میرن ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. اصلا اون بسته است. من فکر کنم بتونم هماهنگ کنم. تو بری یه خوابگاه به اسیستی بمونی. خوابگاه؟ آره. اصلا حرفشو نزن. چرا؟ خوابگاه الان اصلا به درد نگار نمیخوره. خیلی داری سخت میگیری، فقط یه ماه. بهار جان تو خودت شاهد بودی، دیدی من چقدر پیگیری کردم، چقدر اومدم زحمت کشیدم برای اینکه بتونم من این خواب. من چیکار کردم؟ من میدونم همه اینا. یه شب بیرون بودم ولی فقط یه ماه. بعدم که بابا این شوهر میگه میره سر خونه زندگیش دیگه، مگه نه؟ فردا رو تو فوق لیسانسشو بده. پس من خواب گفتم برم دیگه. صدا تو بیار پایین بذارم پرونده‌تو ببینم. من اینجا مونده، من کجا برم؟ برم تو خیابون بعد بذار مدرسه. من اینجا ندارم اجازه. اینجا باش، اینجا واسه ما دردسر. چجوری اینقدر خوب بلدی بزنی؟ تازه این معمولیشه، کجا شدیدی؟
کلاس رفتی؟ آره، 6 ماه. نگفته بودی؟ نه، و هلکی گفتم. همین یه تیکر بلدم بزنم، قبل و بعدش بلد نیستم. بدجنس، ما رو گذاشتی سر کار؟ مارگرت که به شاگرداش درس میداد، بهش گفتم یه تیکم به من یاد بده جلو بقیه پوز بدم. اونم اینو بهم یاد داد. بیچاره شد تا یاد گرفتم. عاشق کارش بود. معلم پیانو بود. بعضی وقتا تا روزی 16 ساعت پیانو میزد. الان دیگه نمیزنن؟ حتما میزنه. نمیدونم. کارشه. تو این یکی دو ساله که کمتر ازش خبر دارم. خب ما از هم جدا شدیم. نمیدونستی؟ پیش نگفته بودی؟ پیش نمیمد. خانواده ما دیگه اینو چیزا رو دوست ندارن لو بدن. نمیشد. یعنی نتونستی. چرا؟ ما هم زیاد دروغ گفته بودیم. نمیشد جمعش کرد. بابا که منو فرستاد آلمان دلش میخواست من مهندس بشم. تو اون یه سالی که داشتم زبان میخوندم به این نتیجه رسیدم که مهندسی کار من نیست. رفت سراغ محیط زیست. ایشون هم خرجی ما رو قطع کرد. منم مجبور شدم کار کنم. هر کاری. تو رستوران، دلیوری، نظافت چی؟ واقعا؟ آره دیگه باید خرجی جو در می آوردم. با همون دوران بود که با مارگاریت آشنا شدم. یعنی عاشق هم شدیم. بعدم ازدواج کردیم. یکی دو سال اول خوب بود. کم کم خراب شد. باهاش رو راست نبودم. مثل حالا این نیلوفر. الان ناراحت نیستی؟ ناراحت؟ نمیدونم. نه، شاید. دوستش داشتم که ازش جدا شدم. هنوزم دوستش دارم. تا یه جور دیگه. ببخشید من بهت نگفتم. آخه مامان بابا رو اینجا خیلی حساسن. حالا چه ضرورت داشت که ماجرای طلاقتو بگی؟ چه ضرورتش نگم. آخه برای چی باید بدونه؟ برای چی نباید بدونه؟ چی شده؟ بابا میگه چرا ماجرای طلاقتو به نگار گفتی؟ میگم مادام که نباید همین چیزو جار بزنه. خب حالا گفته، فراموشش بکن. ایراد نداره، بابا سخت نگیر. هم مرا گفت. بابا جانم، برای پدر و مادر علی دارم یه بسته واسش بدم ببرم. شام میان؟ نمیدونم این نیم ساعت میانه میرن دیگه. حالا شما غیر شما شونه بدم تو این اوزا؟ چه اوزایی؟ به خاطر نگار میگم. خب میگیم خواهرمه. جدی ها؟ یه تمرینی هم میشه. اینو ببرم؟ ببر. این سیب زمینی ها چی؟ ببر. فهمیدی چی شد بابا؟ پدر مادر علی که اونو پیش من زندگی کنه. آره فهمیدم، همه رو شنیدم. میگم و من اصلا اشکالی نداره به نظر من. و تعمیر هم هست واسه همون کاری که میخوام واسه تون بکنم. آره یکی که درست میگه. نیرو فرنگار. بله بابا. نگار جان. فردا پدر مادر دوست هومن میان پیشمون. میخوام تو هم باشی. نه؟ آره. پیشمون بشینی، صحبت بکنی. خودتو محک بزنی ببینی میتونی نمیتونی. راحتی نیستی؟ من فقط میترسم خیلی آماده نباشم. یعنی چی آماده نباشی؟ مگه قرار چی کار بکنی؟ فردا پس فردا که فرزادینا میان اینجا چی کار میخوای بکنی؟ اون موقع میگی آماده نیستی؟ تمرینی واسه نقش خوده، البته آسونترش ها. یه چیزی که هست اینه که نکنه ازش خواستگاری کنم. پسرشون دمه بخت خوب. دوست نشو. هرچی شما بگیم. فقط من فردا دفاعیه دارم، باید برم دانشگاه. شب؟ اونا شام میان عزیزم. چشم. بابا، من فردا با نگار برم دانشگاه برای دفاعیهش. بروی بابا جان. بابا شام چی داریم؟ لازانیا گذاشتم. نگار کجایی پس تو؟ بیا دیگه. نمیدونم. دیرشو. فکر نکنم جا گذاشته باشم. تو حالا بگرد. اگه بود واسه هم دیگه چلش کن. آره، آدرس خونه ماما اینا. یه دقیقه گوشی. دارم اینجا اصل دفاعیه؟ بله. منم بیام با تو؟ میای؟ اگه بیای که منم تنها نیستم خیلی خوبه. که من بین انواع فرم‌های کربنی مطالعاتم رو به روش کتابخونه‌ای بر روی گرافن انجام دادم.
کارکردهای وسیع گرافن توجه دانشمندا، مخصوصا پژوهشگران فیزیک حالت جامد رو به خودش جلب کرده. ویژگی‌های خاص گرافن مثل رسانایی گرمایی، رسانایی الکتریکی و استحکام باعث شده که به عنوان یک متریال جدید بتونه در صنایع مختلف به ما کمک بکنه. این کمکش هم به خاطر اینه که گرافن به هیچ عنوان گاف انرژی نداره، که پروژه منم در مورد همین ویژگی گرافنه، نبود گاف انرژی. تصویر ساختمان گرافن و نانولوله رو نشون میده. اتم های کربن شبکه ای از شیش سلی های منظم رو ایجاد میکنن. سلام. سلام. خوبه هست. حال شما چطوره؟ خوبی؟ خوشحالم ببینم. سلام، من دیل فرام. خیلی عالی بود، تبریک میگم. گاف انرژی خوب اومدی. خیلی خوب بود. کلمه های قلمه سلومه هم زیاد داشت. آره، من همین چینام. هر کاری کلم خندش بگیره نشد. ولی اولش خیلی استراب داشتم. نه، ولی مسلط بودی. خیلی خوب بود. تبریک میگم. خب با اجازهتون من باید برم. شب ببینمتون. آره. تشریف بیارید منزل ما. دور هم باشیم. نه دیگه مزاحم نمیشیم. خب این چه حرفیه؟ من دارم برادر عروس دعوتتون میکنم. چشم. خوشحال میشیم. قربون شما. خدا. خیلی ممنون. سلام برسید. سلامت باشید. خدافظ. تو میگی؟ پس خدافظ. فردا چی شده؟ این پسره اونجا چیکار میکرد بگر؟ نمیدونم، به خدا من بهش نگفته بودم. من نگفتم بیاد خودش اومد. به پلکه؟ به خدا گفتم یا نگفتم؟ بگم. گفتم یا نگفتم نگار؟ من کاری به کارش نداشتم. صبح یهو بلند شد گفت میخوام بیام. نیلوفرم ورش تا شورد. من چیکار کاری به کارش داشتم؟ هر کاری دلتون خواست کردین. سرشو میاره دم گوشت پچ پچ میکنه میگی میخندین. خجالت نکشیدی تو نگار؟ من گفتم باش نگار. خندیدم. تو نمیفهمی من چقدر رو تو حساسم؟ چرا میگی؟ نمیفهمی چقدر من دوستت دارم نگار؟ نگار پدر خودمو دارم در میارم برای که این قضیه رو درستش کنم. ولی تو اصلا نمیخوای بفهمی چی رو. من چی کم گذاشتم برای تو نگار؟ چی کم گذاشتم اینو بگو. من گفتم شما چیزی واسه من کم گذاشتین. برو وسیله تو از خونه رستمی جمع کن بریم. من چی جوری برو وسیله برو وسیله جمع کن جمع کنم؟ یعنی چی چجوری جمع کنم؟ فرضا تو رو قرآن نکن این کارو. من چجوری برم اونجا وسیله جمع کنم؟ چجوری نگار برو وسیله تو جمع کن بریم دیگه. تموم شد. چی تموم شد؟ من اشتباه کردم، غلط کردم. من درستش میکنم دیگه. دیگه نمیشه درست. نمیتونیم درستش کنیم. برنامه‌ریزی کردیم. بله برنامه‌ریزی کردیم. ولی تو خرابش کردی. بهت گفتم مراقب باش واسه همین موقع بود. غلط کردم. من خودم درستش میکنم. نمیخواد دیگه عزیزم طوری نشده. من زنگ میزنم به ابراهیمی میگم همه چی تموم شده. خانم ابراهیمی چرا میخوای زنگ بزنی؟ تو رو قرآن فرض زشته به خانم ابراهیمی زنگ نزن. نگار ول کن. الو خانم ابراهیمی. سلام خانم ابراهیمی. به خود دیگه من خسته شدم.
معذرت میخوام. نفهمیدم چی شد یه هوری. دیگه نمیذارم اینجوری بشه. هیچ وقت. خانم ابراهیمی چی شد؟ هیچی. حرف زدیم با هم. سلام رسوند. نیلوفر میگفت از صبح فرزاد عصبی بوده. حالا اصلا چی شد که هومن باهاشون رفت؟ قرار نبود که. خواست نیلوفر تنها نباشه. یعنی چی؟ چیه؟ ساده یا؟ دیشب چی بهت گفتم یادته؟ بهمن جان، هومن اصلا آدمی نیست که اینجوری به نگار نگاه بکنه. نگارم دختری نیست که بخواد جلب توجه بکنه. یه چیزایی از هر من شمسه. یه دلیل نمیخواد معلومه. من قبول ندارم. شما قبول نداشته باش. بعضی چیزا رو ما مردا بهتر میفهمیم. دختره داره نگاه میکنه میبینه هومن تو آلمان که زندگی میکنه. خوشریب که هست. مجرد هم هست. دیگه چی میخواد؟ چرت نگو. ببین ای فردا پس فردا هومن اومد گفت من دختره رو دوست دارم. وقت چی میگی؟ دخترم که بعدش نیومده که. دختره اسم داره. من اصلا با هومن حرف نمیزنم. خواهش میکنم با هومن این بحث نکن. دوباره روتون تو روی هم باز میشه. اولالا اینو نگاه کن هومن چطوره؟ بیافتون زیر نکن دیگه. خوبه؟ خوبیه. بالا نگاه نیفر هم بیدن. من عینکه رو دوست ندارم. آره میدونم. برش نگار تو بیا. سری قبلی بهتر نبود؟ چرا من فکرم آبی بهتر. به به مادام موسیا خوش اومدی. سلام. خوش میگذره. بابا میشه شما یه نظر بدین؟ خوبه؟ صاحب نظر اونجا نشسته. خوش سلیقه. وقتی میگه خوبه حتما خوبه دیگه. من که فکر میکنم انقدر خوب شدم پدر مادر علی امشب بمونم بیان خواستگاری کدومشون. خب بچه ها لباساتون که خیلی خوب شد دیگه. نمیدونم. اگه نخواهیم بگیم خواهرمونی باید بگیم یا خدمتکارمونی یا باغمونی. هومن چاره دیگه نداریم. میدونم ولی واقعا کاش میشد من تو اتاق میموندم. نه بابا اونو از کجا میخوام بفهمن؟ نمیدونن که. آره بابا فکر میکنم. ببین نگار خانم بذار یه چیزی بهت بگم. پای آبروی هممون در میونه. هممون وارد یه ماجرایی شدیم راه برگشت هم نداره. تا تهش با همیم. هر کی هم نیاد تو باید بیای. روشنه؟ چشم. اجازه هست؟ خواهش میکنم. نیلوفر میگه به هم ریختی. ترسیدی؟ یکم. از چی؟ بشین. نمیدونم. از همه چی. از اینا که میان. از آقای رستمی. با من راحتی؟ تو خودت خواستی بیای اینجا درسته؟ به خدا فرزاد اصرار کرد. نگو اینو. خودت هم خواستی. ببین دختر خوب، من که قاطی بازیتون نیستم. تو اومدی اینجا، اومدی که بگی دختر این خانواده ای، مگه نه؟ بله. مگه قرار نیست با این کار مشکل ازدواج تو و فرزاد حل بشه ها؟ چرا؟ مگه قرار نیست بازی کنی؟ امشب که شب خواستگاریت نیست. اینا با تو کاری ندارن. دارم یعنی یه بسته بدم من واسه پسرشون ببرم آلمان. همین. یا نباید وارد این بازی میشدی؟ یا حالا که شدی باید جوری نقشتو بازی کنی تا بقیه باور کنن من داداشتم. اون دوتا پدر مادرتن. نیلوفر خواهرت. اومدن.
دوری از خانواده واقعا تو غربت خیلی سخته. آره واقعا. آره ما به خاطر کاری که می‌کنیم هر روز معمولا فقط آخر هفته هم دیگه می‌بینیم. خانواده‌ام که نیستن، رفقا دورم جمع می‌شیم و واسه خوش می‌گذرونیم دیگه. راستش دخترو نمیان. نگار، نیلوفر. سلام. سلام. دخترم نگار. ممنون. خواهش میکنم. بفرمایید. سلام. خوشبختم. اینم دختر کوچیکم نیلوفره. خوشبختم. راحت پیدا کردین؟ آره. سر راست بود. آخه از وقتی خیابون اصلی رو بستن، یکم خونه ما بدمسیر شده. ما که خدا رو شکر راحت پیدا کردیم. ماشاءالله چه دخترای گلی. هر دوشون هم که به مامان رفتن. نه، نیلوفر شبیه مامانه. من بیشتر به بابا رفتم. ماشاءالله دخترای به این خوشگلی انگار قصدم ندارن از خونه بابا برن. آره؟ نه، اتفاقا نگار آخری ما عروسیشه. نیلوفرم هنوز زوده. انشالله به موقعش. به سلامتی. مبارک باشه. علی نگفته بود شما خواهرای به این گلی دارین؟ تقصیر علی نیست. خودم رو نکرده بودم. خوب شد من جا گذاشتم توی چمدونه. فکر کنیم وزنش چقدر بود؟ نمیدونم، یکی دو کیلو. سنگی نبود. نه، چیز خاصی نبود. با تو اصلا این کاره یا؟ اینا چی بود میگفتی؟ کدوم خیابونو بستن؟ باریکلا. ببخشید، شرمنده. دارم حرف میزنم. خیالم از نگار راحت شد. ولی یکی برام عجیب بود. این دختر که انقدر میترسید چطور انقدر راحت اومد جلو مهمونا؟ انقدر مسلط؟ منیر میخوام یه چیزی بهت بگم. چی؟ امشب مهمونا که زنگ زدن هومن دیدم که از اتاق نگار اومد بیرون. تو اتاق نگار بود، پیش نگار. خب به اون چشای قشنگت حتما داشتن درباره مسائل فرهنگی گپ می‌زدن. یعنی چی مسائل فرهنگی؟ خب داشته حتما آمادش می‌کرده جلو مهمونا چجوری وارد شه. بله داشت آمادش می‌کرد. بهمن بابا من دارم میگم رفتارای این دختر عجیبه. نگرانم منیر. من نمی‌دونم این طفلک نگار باید چی کار بکنه. بابا خب ما مجبورش کردیم، ما ازش خواستیم، نخواستیم؟ من خواستم، تو خواستی. من هیچ وقت سرخود کاری نمیکنم. تو قبول کردی، تعهدت هم گرفتی. اون تعهد چیه؟ من دارم درباره مطلب دیگه حرف میزنم. ای بابا، تو خیلی بدبینی. معذرت میخوام، این دوتا با هم رفتن تو اتاق من بدبینم؟ بله عزیزم، به همین میگن بدبینی بهمن جو. اون دختر بیچاره، اون چی که ما میخواستیم وانمود کرده. تو که خودت اوسای این کارایی. من خودت همیشه پنهانکاری نمی کنی. دو سال تموم هومن طلاق گرفته بود، تو از همه فامیل پنهان کردی. همیشه هم میخوای حرف خودتو بزنی، میخوای بگی تو درست میگی. نیلوفر بیچاره رو مجبور نکردی رشته نقاشی رو ول کنه به رشته مهندسی که فقط تو دوست داری، اون وقت دوچار مشکل بشه؟ تو باعث نشدی که من بر همیشه کارم رو کنار بذارم. مونیش چرت و پرت میگی؟ من نه باعث شدم کسی سر کار نره، نه باعث شدم کسی تغییر رشته بده، نه باعث شدم کسی از خونه فرار بکنه. من دارم درباره مطلب دیگه یه حرف میزنم. دارم بهت میگم این دختر اونقدری که خودشو ساده نشون میده ساده نیست. متوجه نیستی؟ من نگران خانوادمم. میترسم کار دست هممون بده. منم که خوشش میاد دیگه. سیب میزنه سر کارت میگیره جلو دختره. بله. خانم کریمی؟ بفرمایید. مگه من مسخره شما هستم؟ شما اصلا معلومه کجا؟ سلام حاج آقا. سه روزی من میام در خونه نیستی. روز نیستی، شب نیستی. به خدا اصلا خونه نبودم، کار داشتم. خانم کریمی، من که مسخره شما نیستم. شما گفتین تا سر برج، الان یه هفته هم گذشته. این انصافه؟ زنگ زدم به بهسیستی، میگن این خانم اصلا به ما مربوط نیست. به بهسیستی چرا زنگ زدین؟ یک ماه من علاف کردی خانم. حاج آقا شما یکم به من وقت بدین. دیگه چقدر؟ الان یه
ماهی که شما من علاف کردین. به پیر به پیغمبر من احتیاج دارم. میدونم حاج آقا. شما که نمیتونین چرا دروغ میگین؟ به قرآن دروغ نگفتم. شما یهو اومدین به من گفتین رهن کامل. خب من که اینقدر پول ندارم، اگه بتونم جور کنم که خودم میمونم، اگرم نه که میام اسباب اساسی همو جمع میکنم میرم. چرا منو پیرمرد علاف میکنه؟ بابا من خرج دارم، بچه دارم، هزار تا بدبختی دارم. حاج آقا شما یه هفته به من وقت بدین، فقط یه هفته. تو اصلا اینگار نمیفهمه. شما به من بگو ببینم کجا رفته. اصلا معلومه. حاج آقا من تا ظهر باهاتون تماس میگیرم. قبل از اومدن نگار بودش؟ هفته پیش که دراوه رو تمیز میکردم اونجا بود. اتاق نگار رو گشتی؟ اتاق نگار برای چی؟ برو اونجا رو بگرد. خودش نیست. نیست؟ کجاست؟ چه میدونم، حتما رفته دانشگاه. لباساشم بگرد. زیشتی یه طوری حرف میزنه انگار اون ورداشته. مونیش تو واقعا نمیفهمی یا خودتو زدی به نادونی؟ فعلا دارم اتاق نیلوفر میگردم، اجازه بده ببینم اینجا نیست. حالا فهمیدی چرا من اینقدر اصرار داشتم که حتما تعهد بگیریم؟ اصلا الان برای چی رفته بیرون؟ مگه به تو گفته بود میره بیرون؟ همیشه دیر به حرفای من میرسی. یه دقیقه صبر کن.
بله. چرا گوشی رو جواب نمیدی؟ بگو. گردمند رو پیدا کردی؟ نه، پیدا نکردم. اتاق نگار رو نگشتی؟ گشتم. دراور، چمدون، لباساش، همه جا رو خوب گشتی؟ همه جا رو گشتم. نبود. خیلی خوب. کارو که گفتم بکن. براقب باش تا من شب بیام ببینم چی کار میتونیم بکنیم. باشه. خداحافظ. سلام نگار جان. شیرینی دفاعی. مبارک باشه عزیزم. ببخشید دیروز باید میگرفتم. بذارش رو میزست. اینو برای شما گرفتم. برای من؟ دستت درد نکنه. اینم برای نیلوفر. اینم برای خودم گرفتم. همش رنگاش قشنگ. چرا زحمت کشیدی؟ زحمتی نبود. امروز حالتون خوب نیست؟ نه، فقط یکم خستم. میخواین شام امشب رو من درست کنم؟ باشه، درست کن. نگار دیدی خوب شده؟ قشنگه؟ نه خیلی. مومن؟ آه مومن؟ چه؟ ببین خوبه؟ چی هست؟ چی هست؟ چی طرح دیگه؟ از کجا آوردی اینو؟ از گل لباس نگار. اوه، به کجا هم دقت میکنی؟ بعدا که نیست، نقاشیشو بهت نشون داده؟ نه یه کوچولوی استعداد داره تو نقاشی، ولی بابام سعی کرد بذارتش مهندسی، غافل از این که تو ریاضی خنگه. خیلی بد جنسی. راست میگم دیگه، منم بهش گفتم بابا برو دنبال کاری که دلت میخواد، ولی به عقلش نرفت، ترسوه دیگه. آره، همینطور رفته خوبه، تو خوبی اصلا. اینو جواب بدم. الو، بفرمایید. دست درد نکنه. ببین چی کار کردیم. به 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 یکی از اون بشقاب رو من بفرمایید. نیلوفر. بهمن جان، کتلت میخوری یا سوپ؟ نه خیلی ممنون، نمیخورم. دستپخت نگار جون ها؟ گفتم خیلی ممنون، میل ندارم. بهش کنم رژیمه، فکرش خراب میشه. ماما شما خود. من یکم سوپ میخورم. خوبه، باری که الان نوشه جون. نیلوفر این قبلش چی شده؟ قبل این سریاله؟ قبلش رو بخوام بگم باید تا فردا صبح برات تعریف کنم. من این قسمت چندومه؟ 218. اونو زیاد نگاش نکن. اون اولین کاریه که کشیدم. واسه همین جبگیر شدم زدمش به دیوار. اون موقع هنوز بابا مخالف نبود. قشنگه. یه دقیقه صبر کن. ببین اینو وقتی کشیدم یه روزی بود که پر حرف بودم. تو دلم پر حرف بود. ولی نمیدونستم اصلا چجوری باید بگم. نمیتونستم بگم. اصلا بگم، نگم. همینجوری یه کاغذ سفید رو برداشتم، هی کشیدم، 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 کشیدم. دیدم شده این. بعد نگاه کردم دیدم
چقدر حرف دارن. خیلی دوستش دارم. تو تا حالا اینجوری شدی؟ تا حالا اینجوری نخندیده بودی؟ ببین یه فکری به سرم زد، میخوای یه پورتره ازت بکشم؟ با همین لبخند. وسایل من کو؟ بله وسایل هم نیست، چمدون هم تو اتاق نیست. چمدونت نیست؟ آره. چی داشتی دیست؟ وسایل هم کلان تو چمدون هم بود دیگه. نه کل چمدونت نیست؟ نه. منیر 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 جانم منیر چیه؟ وسایل هم منم نیستش. چمدون من که تو اتاقم بود نیست. من معذرت میخوام مادر جان. ای. من آوردم اینجا یادم رفت به تو بگم. اینجا چی کار میکنه؟ الان بهت میگم. یه ماجرای پیش اومده، افتادیم تو درد سر. باید زودتر بهت میگفتم ولی خب فرصت نشد. گردنبند منیر، اون که مادر جون داده بود، سر جاش نیست، دزدیدنش. عزیز من، مادر جانم گاهی وقتا یه چیزی رو یه جا میذاره یادش میره، یا فراموش میکنه، یا میره یا دزدیدنش. کجا بوده؟ توی دراور. حالا نیست؟ نه. خب دزدیدنش دیگه. منم همینو میگم. ولی کی دزدیده؟ نیلوفر، شما، من، مامان. بابا بی خیال. زشته، مردم آبرو دارن. طرف آوردی اینجا که شوهرش بدین، چرا دزدش میکنی؟ تو چرا فکر میکنی همیشه حق با توه؟ مثلا اومدی یه کار خیر بکنی، معلومه از خیرتون بیشتر یا شرتون. اصلا میدونی چه خبره؟ اصلا از قصه یه خبر داری که قضاوت میکنی؟ شما فقط خبر داری که قضاوت میکنی. از این بعدم لطفا دست به وسایل من نزنی. من دلم میخواد چیزامو دزد ببره. اصلا یه کلمه نمیشه با این حرف زد، پسر بیشور. یعنی چی؟ من نمیبینی هر چی از دهنش در میاد به من میگه. من فردا میرم سراغ خانم ابراهیم. ما اصلا کار خیر نخواستیم. نمیخوام. نمیخوام بهمن. ها؟ خودت میفهمه پسشته. خب بفهمه. به درک میفهمه. خونه خودم دوست دارم صدام ببرم بالا. بابا نیلوفر میفهمه ناراحت میشه. تو یکم آروم باش. من خودم قضیه رو پیگیریم. خواهش میکنم. مادر مرسی. نیلوفر جانم، گردنبند مادر جون بود که زمرد داشت. آره. خب تو ندیدیش؟ چرا، پیش نگاره. پیش نگار؟ آره، اون روز که ما شوه لباس رو انداخته بودیم، شما بابا اومدی، مهمونای هومنم میخواستم بیا. بعد من گردنبندای خودم رو براش امتحان کردم، خیلی خوب نشد. گردنبند شما رو برداشتم دادم بهش، خیلی خوب شد، خوشش اومد. گفتم نگه دار روز خواستگاریت هم همونو بنداز. خدافظ. مامان تو رو خدا فقط زایم نکنی. گفتم من خودمه. خدا شاهده این دختر مثل دختر خودم میمونه. ببینن شما که 2 سال اینجا هستی، از من بدی دیدی؟ چیزی بهتون گفتن؟ بابا من احتیاج دارم. اگه احتیاج نداشتم به شما نمیگفتم بریم. من خودم محتاجم. گفتم قبول نمی کنه. از من درستش میکنی؟ برزم چی میخوایی بگی؟ حاج آقا منم این پسر شما میمونم. ما یه ماه دیگه داریم ازدواج میکنیم. تو رو خدا این فرصت ما بدیم دیگه. بابا اول من نمیدونم که این دختر میخواد عروسی کنیم. آره بابا ما داریم ازدواج. انشالله که مبارک. دوما این خودش میدونی یک ماه من علاف کرده. قبلا ببین به اینجا
اجاره نمیداد، حرف نمیزدم، پول داشت نداشت هیچ چیزی نبود میان ما. من الان احتیاج دارم. اینجا رو میبینی؟ این مغازه رو میبینی؟ این مغازه برج 200 میدادم. بالاخره کار میکردم، تلاش میکردم، این برابر پیدام که میدادم. خدا را شکر. ولی الان صاحب میش به من میگید باید رهن بده. من این همه پول از کجا پیدا کنم بیارم؟ ها؟ شما بگید. انصاف نباشه میشه همین. حاج آقا حالا شما یه انصافی به خرج بدین برام. به خود منم این پسر خودتون میمونم دیگه. ما یه ما که بیشتر از شما فرجه نمیخوایم که. ما ازدواج میکنیم بریم سراغ خور زندگیمون یه ما. پسرم عزیزم تو این حرفا رو به من نگو. من میگم ندارم. حاج آقا من که یه ما بیشتر فرصت نمیخوام ازتون. اصلا 20 روز. باور کنین 20 روز. اگه از 20 روز بیشتر شد هاش شما بگیم ما قبول میکنیم. خوبه؟ شما میگه 20 روز؟ آره والله 20 روز. باشه من قبول دارم. شما مردید. حرف بلدونه. شما رو من قبول دارم. ولی بعد از 20 روز نیاد بگی دو ماه دیگه یک ماه. نه مطمئن باشه آقا قربونت برم. ما 20 روز دیگه اینجا رو خالی میکنیم. حله. عروسی دعوتی نه آقا. من از همین امروز برای 20 روز آینده اجارش میدم. حله. تمام؟ تمام. ان شاء الله چه مبارک. سلام. سلام. همش خاموشه موبایل ابراهیمی. گردم من پیدا شد. کجا بود؟ پیش نیلوفر. یه چیزی بگم؟ بگو عزیزم. نه نگیا. فردا اینا دارن میرن پیکنیک. خب برن. منم برم. همشون با هم میرن؟ آره میرن اطراف تهران، عصرم برمیگردن. خب هومنم میاد؟ الو نگار هومنم میاد میگه. الو فرزا صدات قطع و وصل میشه. میگم هومنم میاد نگار جان. الو میگم هومنم میاد. هومن؟ یعنی هومن نمیاد؟ نه. چرا؟ چرا نمیخواد بیاد؟ من چه میدونم؟ خودش گفت نمیاد. خب اگه هومن نمیاد باشه مشکلی نیست. اگه وقت هومن چی؟ گفت نمیاد. گفت میخواد بر سر کارش. خب اگه هومن نمیاد باشه مشکلی نیست. بله. بیا بس دیگه
نه بابا بس سینه زود میسوزه، برو بازم بیار. بابا چه خبره؟ بس خسته شدم دیگه، خودت یه کاری بکن راحت باش. برو بش برو. من تو پیت داری غذا درست میکنی؟ بله. غذا در پیت. بله. نگار جون چرا نمیشینی؟ بشین عزیزم. اما نگار بیاید یکم معاشرت کنیم. بیا. دیده بودی حال از اینا؟ یک غذا درست کنم رستمی بزرگ انگشتش هم بخوره. چیه؟ چرا اینقدر پکری؟ بشین. نگران روز خواستگاری؟ نمیدونم. چیو نمیدونی؟ نمیدونم دارم چی کار میکنم. خب طبیعیه، استرس داری. سه روز دیگه تمومه. یه جوریم، حالم خوب نیست. نکنه پشیمون شدی؟ خانواده شما رو که میبینم، این که با همین پیش همین رو خیلی دوست دارم. همش به خودم میگم خب تو هم بالاخره داری صاحب خانواده میشی، ولی نمیدونم این کارهایی که میکنم درسته یا نه. درست یعنی چی؟ الان همه چی خوبه، فقط حال من خوب نیست. ببینم نگار، تو با این آقا فرزاد که همه رو به خاطرش درگیر کردی راحتی؟ میتونی استاتو بهش بگی؟ همه حرفاتو بهش بزنی؟ مثل الان که داری به من میزنی. من تو زندگیم خیلی اشتباه کردم. بعضی وقتا فکر میکنم من با زنم راحت نمیتونستم حرف بزنم، نه موقعی طلاقا، از همون اولش. یعنی میترسیدم بهش حقیقتو بگم، برای همین بعضی موقع دروغ میگفتم. کارم راه میافتاد ولی به قول تو حالم خوب نبود. اون شرایط تقصیر تو نبوده، ولی از اینجا بعدش دست توه. من این حرفا که به تو میزنم به خودم هم میزنم. یعنی به نظر من آدم اونجایی که لازمه باید حرفشو بزنه، یعنی مجبور دروغ بگه. ببین چی شد. آها به به، مهندس ببین چی درست کردم. بیا سفره رو بچین. اومدم. خواهش میکنم، هیچ زحمتی نیست. قربان لطف شما، خدا نگهدار. جمعه بعد از ظهر میام. وای چقدر کار داریم. به این اعظم خانم یه زنگ بزنم، به کسی قول نده. سلام عزیزم، گوشی رو بده به اعظم خانم. فرزاد فردا شب میاد اینجا دیگه. منم میگم جمعه چی کاری؟ نگار پس به کسی قول نده. بله میاد. اگر بخوایی تماس کنی برای شما هم بهم کمک بکنی. باش منتظر باش. قربونت برم. بچه هت راستی چطور تبش خوب شد؟ خدا ممنون خانم رستمی. خواهش میکنم. آفرزاد بفرمایید اون طرف بشینیم راحت بشین. بفرمایید. خیلی خوشمزه بود. دست شما درد. خواهش میکنم میشه جونتون. بفرمایید. بفرمایید. خب اگه مشکلی نیست انشالله
روز جمعه در خدمت هستیم. خدمت از ماست. شما لطف دارید. همونتون جناب آقای امیری هم تشریف بیارن. بله بله. فقط یه عرض کوچیکی داشتم آقای رستمی، اگه اجازه بدین بگم خدمتتون. بفرمایید. من یه ذره نگرانم، نگران حساسیت‌های خانواده‌ام. می‌دونید دیگه خانواده‌ام یه خانواده سنتی‌ان و حساسیت‌های خاص خودشونو دارن. راحت باشین. واقعا معذرت می‌خوام، ببخشید. آقا من شما به سلامتی امشب مسافرین دیگه. با اجازه‌تون. کاش می‌شد باشین تو مراسم ما. خودم دلم می‌خواست ولی خب جور نشد دیگه. شلو مراسم های بعدی انشالله. موضوعی که میخواستم راجبش صحبت کنم در واقع همینه که من درباره آقا هومن، راجب آقا هومن به خانوادم چیزی نگفتم. ازتون خواهش میکنم که شما هم راجب این موضوع با خانواده من صحبت نکنین. فقط نگرانم که وقتی متوجه شدن وقت براشون حساسیت به وجود بیاد که اون 10 روزی که نگار جان اینجا بودن، آقا هومن هم بودن، یه وقت البته باید به حساسیت‌های خانواده احترام گذاشت، درسته؟ ببخشید آقا فرزاد، من یه سوالی میتونم بپرسم؟ بله، خواهش میکنم. این حساسیت‌هایی که ازش صحبت میکنین مختص خانواده است یا خودتون هم حساسین؟ نه من اصلا مشکلی ندارم واقعا. من فقط نگرانیم خانواده است، وگرنه واسه همینم اصلا به عموم هیچی نگفتم راجع به این موضوع. بله درک میکنم، ولی من درک نمیکنم. نگار جان از این ببرم. شما قصد ازدواج دارین، کار بعدی که نمیخوایم بکنین. به من ربطی نداره، شما میتونین بگین به تو ربطی نداره. نه من همچین جسارتی نکردم. بس بی‌تعارف صحبت بکنیم. اگه الان از این ماجرا شروع بشه من اولیشم، بعدن 1000 تا دروغ دیگه باید بهشون بگین، 1000 تا چیز دیگر رو باید قایم بکنی. شما درست میگین. اولا که من واقعا هیچ نگرانی ندارم. میتونین از نگار بپرسین، نگار خوب منو میشناسه. شما هم این برادر نگار میمونین برای من. من به نگار تعهد دارم. من به خانواده‌ام هم تعهد دارم. و حالا هر خانواده ی آداب و رسوم خاص خودشو داره. منم وظیفه‌مه که به خانواده‌ام احترام بذارم. بله. به هر حال منم قصه بدی نداشتم. ان‌شاءالله که هرچی خیره همون انجام بشه. امشب هم مسافرم، با عزتون میرم وسایلمو ببندم. با عزتون شب بخیر. نگار جان عزیزم، آب چایی رو بذار لطفاً. مرض داره این پسر بی خودی خودشو میندازه وسط. حالا که اون ناراحت نشد. ای حرف نزنه بهش میگن لالی. چه ساعتی پروازش؟ 1. تو رو خدا حالا چیزی بهش نگی. نظر چی بود؟ راجب فرزاد. ای یعنی چی؟ نظر خاصی نداشتم، ولی یه جوری حرف میزد انگاری فردا باباش اگه از سیبیلای تو خوشش نیاد شاید دخترتون رو نگیره. حتی ما ربطی نداره. هرچی دلت بخواد میگی، بعد میگه به این ربطی نداره. چیز خاصی نگفتن؟ داشتی همه چی رو به هم میریختی و چیز خاصی نگفتی؟ میخوای برم از جناب فرزاد عذرخواهی کنم؟ مسخره میکنی؟ فکر کردی که منم مامانتم که هیچی بهت نگم؟ نه، فرق تو مامان خوب میدونم. من تو چرا نمیفهمی؟ این دختره فردا خواستگاریشه. چرا حرف مفت میزنی؟ حرف مفت چیه بابا؟ بس کن دیگه، یه عمر اینجوری حرف زدی با ما، بذار آدم ها حرفش رو بزنن. بسی چی تونه؟
بابا میشنون. دوباره چیه؟ من توی این خونه هر کاری میکنم خوب میدونم دارم چیکار میکنم. به کسی هم ربطی نداره، به خصوص به تو. من دخالتی نکردم. نبایدم دخالتی بکنی. با هزار بدبختی مادرت این برنامه رو چیده. خیلی خوبه. کی میومد شرایط این دختره رو قبول کنه؟ بابا این چه حرفیه میزنی؟ دختره پرورشگاهیه. جوزام که نداره که. برش داشتین آبادینه چیده که تحقیرش بکنی تو سرش بزنی؟ که شوهرش بدین بعدم منت بزنین پوزشو بدین؟ بس سه تا پیار پایین میشته به مادر چه حرفیه میزنی؟ چرا چرت و پرت میگی؟ وایسا ولش کن بهمن. تو میدونی مسئله چیه؟ یابو ورت داشته. یه لحظه تو همش میخوای متفاوت باشی، فکر میکنی از همه بیشتر میدونی. تو خیرت به کی رسیده هومن؟ تا اگه بلد بودی که زندگی خودتو جمع جور میکرد. آره بلد نبودم، چون میخواستم شبیه تو باشم، چون پدرم تو بودی. خواهش ولی از الان یه کار دیگه میکنم. تو رو خدا نه تظاهر میکنم نه کسی رو تاخیر میکنم. یکم حرمت نگه دار. من کیو تاخیر کردم؟ بگو ببینم. دختره ورش داشتین آوردنش اینجا، هزار جو تهمت بهش زدین. بابا این بنده خود دختر سالمیه. ببین تو چه شرایطی داره زندگی میکنه. تو دختر خودتو نگاه کن. نیلوفر زندگیش خوبه؟ چشه؟ بابا این نگار اصلا معلوم نیست این پسرا رو دوست داره دوست نداره. خودش هم نمیدونه داره چیکار میکنه. ببخشید. من نمیخواستم از تو اتاق بیام بیرون. ولی به خدا من خیلی خجالت میکشم از اینکه شماها به خاطر من دارین دعوا میکنین. شما همتون خیلی به من محبت کردین، خیلی لطف کردین، خدا من اصلا از روز خواستگاری نمیترسم، اونو میتونم. تنها ناراحتی من اینه که اون روز روز آخریه که من اینجا. روز آخریه که پیشتونم. روز آخریه که مامان بابا دارم. من به جز شما و خانم ابراهیمی کسی رو ندارم تو زندگی. کسی منو تحقیر نکرده. آقا من میدونم به فکر منی. همه اینا رو به خاطر خودم میگین. ولی به خدا فرزاد خیلی آدم خوبیه. همه این کارا رو به خاطر من میکنه. ما واقعا همدیگر رو دوست داریم. من منظور بدی نداشتم. اگه بهتون برخورده عذرخواهی میکنم. ببخشید. نیلوفر. برمیری؟ آره. زود زود زنگ بزن. خب اون عکس پروفایلت هم عوض کن، تکراریه. مادر جون تا رسیدی بهم خبر بده. خواهش میکنم غذای فست فودی هم نخور. چشم. بابات میرسونتت. نه بچه ها میان دنبالن. واقعا؟ بله. برای خواهی خوش باش. چشم. نگار من دارم میرم. تو این مدت همش سعی کردم کاری کنم بتونی حرف دلتو بزنی. حالا خیلی خوشحالم. میدونی چرا؟ چون اون بیرون جلوی همه حرف دلتو زدی. اما
یه چیز دیگه هم تو دلمه که میخوام بهت بگم. از روز اولی که دیدمت همش فکر میکردم کاش تو هم مثل نیلوفر خواهر من بودی. تو دختر خوبی هستی، خیلی. مواظب خودت باش. سلام. 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 لباسایی که دیشب با هم انتخاب کردیم و گذاشتم رو تخت. الان میام میرم ببینم. چرا بلند شدی عزیزم؟ من گفتم بیدارت نکنم برای از سرحالتر باشی. اگه کاری هست بگی من انجام بدم. نه هیچ کاری نیست. بگی خوشگل شده؟ آره خیلی. پس تو بریم لباسا رو ببینیم. بذار صابونش رو بخوره. بیا، اینم شیرینی. بچه ها کجا؟ تو اتاقم. ساعت چنده؟ روزم زودتر بگذره خلاص شیم. سب کن، این باید اینجوری باشه. آها، چطور مون خوبه؟ خیلی خوبه. حالا من میخوام ببینم کی میتونه ایراد بگیره. آرش میخوای چیکار کنی؟ میگه آرایش دوست ندارم. آره؟ من گفتم ساده تر بهتره. یکم آرایش هیچ اشکالی نداره. دیدی مامانم میگه بهتره. عروسیه مثلا میگه. عروسی چه خبره؟ تو چی میخوای بپوشی؟ منم الان با نگار یه چیزی انتخاب میکنم. مثل لباس آوردم. الان ببینم کدوم بپوشم. یه چیزی میپوشم. باش. این چطوره؟ این خیلی خوش رنگه. خودم اینو دوست دارم. آره. حالا واسه اینم هست. ولی خیلی دیگه رنگیه. ساعت چنده؟ وای بهمن جان چقدر امروز ساعت میپرسی؟ چیکار دارن میکنن؟ اینا کارشون تموم نشد؟ هیچی دارن آماده میشن. بچه ها بیاین بابا لباساتونو ببینه. سلام بابا. سلام دخترم. سلام آقای رستمی. سلام نگار جون. خوبی بابا؟ ممنون. چقدر آرایش بهت میاد. چی بود بی آرایش؟ تو هم خوب شدی مادر جان. به نظر من که زیاده. ساده تر باشم بهتره. ای بهمن این خیلی کمه. با چرا به خاطر یه همچین چیزی به این کوچیکی مشکل پیش بیا؟ باید مراعات کنن دیگه. نگاه جون همه چی رو چک کردی؟ فامیلا تاریخا همه چی رو؟ بله فکر کنم. فکر کنی؟ یعنی چی فکر کنی؟
دو سه ساعت دیگه دارم میان. تازه فکر کنی کلی وقت داشتی. نیلوفر اینو ببر همه چی رو باش چک کن. ممکنه بی خود و بی جهت یا یه سوالی پیش بیاد توش بمونه. ببر چک کن. چشم. چقدر تو عصبی هستی. بیشتر دچار استرس میشه. اصلا بدتره. بدتر اون که گوه زده بشه به همه چیز. بدتر اون که گندش در بیاد. خیلی خوب. چه غلطی کردیم؟ نمیخواد حال دعوا را بندازی. سکته نکنم خوبه امروز. این همون عکس عمو است که بابا خیلی روش تاکید داشت یادته. بعد یه عکس دیگه هم که اوه این عمه فوق‌العاده عتیقه. با عروسای عتیقش بیچاره. عکس پسرش هم خواستیم ببینیم یادته. میگم اگه حال نداری حوصله نداری بذاریم یکم بعد. نه خوبم بگو. مطمئنی؟ خیلی خوب. این هم همون عکسیه که من گفتم بابا جست پدرانه گرفته. اصلا فیلش کن. منیر من میخوام پیش از اومدن مهمونا با نگار صحبت کنم تنها. فقط یادت باشه استراحت هم باید بکنه. ما چه سالی اومدیم این خونه؟ 75. تو نیلوفر کدوم دبیرستان میرفتی؟ دبیرستان پژوهش توی ولنجک. تو چند سال از نیلوفر بزرگتری؟ 5 سال. خونه قبلیمون؟ منیریه. من چند سالمه؟ منیر چند سالشه؟ آقای رستمی شما 56 سالتونه، خانم رستمی هم 49 سال. عموات کجان؟ عمو شاهرخ سوئدن، عمو بهرام آلمان، عمو شهرام هم اصفهان. کارشون؟ کار عمو شاهرخ تو شرکت بیمه است، عمو بهرام مهندس مکانیکن، عمو شهرام هم کارشون آزاده. خوبه، بد نیست. چرا بر نمیداری نگار؟ از دیشب تا حالا دارم به زنگ میزنم جواب نمیدی. ببخشید کار داشتم. دیشب گفتی خودم زنگ میزنم که نزدی. از صبحم که هیچی. خیلی دیر بلند شدم. از صبحم کلی کار داشتیم. اوضاع خوبه؟ همه چی رو به راهه؟ چته؟ انگار حالت خوب نیست. نه خوبم، فقط یکم خستم. دیشب خوب بود؟ آره. خوب برخورد کردم؟ آره. ولی بحث رو درست کنترل کردم نه؟ یعنی چی؟ این پسره اصلا حرف منو نمیفهمید. چه میدونم؟ چی بگم؟ خب ما دیگه 4 اونجاییم. ما و بابا دیگه تقریبا آماده شده. باش. من رفتم اومد چیزی نگفت. چی بگه؟ نمیدونم. هیچی نگفت. خیلی بد حرف میزد. اصلا خوشم نیومد. نظرشو گفت. تو هم راستشو نگفتی. چی؟ میگم تو هم راستشو نگفتی. همه چیزو انداختی گردن خانوادت. من؟ آره دیگه. خب من چی میگفتم؟ میگفتم آقا من خوشم نمیاد شما اینجایی. تو خونه خودشون اینو بگن. نمیشه.
ولش کن، ما که تا حالا به کسی راستشو نگفتیم، چه فرقی میکنه؟ خیلی فرق میکنه، اون میخواست ازم آتو بگیره. ولش کن فرزاد. چی رو ولش کن؟ ده بس دیگه. یعنی چی؟ این چه طرز حرف زدنه نگار؟ چی بگم؟ بگم راست گفتی؟ خیلی خب، حالا مهم نیست ازم، بعدن در موردش حرف میزنیم. بگو ببینم همه چی تو اوکیه؟ آره میشه بری فرزاد، دیگه میخوام آماده شم. صبر کن ببینم لباساتو چک کردی؟ آره چک کردم. نگار حواست به همه چی هست؟ آره بابا، نکنه یه چیزی یادت رفته باشه. نگار خدافظ. بله سلام علیکم، خواهش میکنم بفرمی. نگار آماده ای؟ اومدن نیلو فرقودو بهمن پاشو اومدن. خیلی خیلی خوش اومدید، بفرمایید تو. بفرمایید بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید خواهش میکنم. شما خوب هستید؟ خیلی ممنون. شما درد نکنه. خیلی متشکرم. خواهش بفرمایید. خوبین انشالله. آقای امیری تشریف نبردن؟ ناخوش احوال بودن، عذرخواهی کردن. انشالله که زودتر رفع کسالت بشه. دیگه چه خبره؟ نگار جون همش کار خون. نیلوفر نگار رو صدا میکنی؟ چشم، الان صداش میکنم. ببخشی. خواهیش میکنم عزیزم. بخواه من پروتوکول پیش بکنم، اجازه میدید؟ خیلی ممنون. نگار بفرمایید چه مزاحمتی؟ من فکر میکنم جوونا خودشون هم سر آیندهشون رو باید انتخاب کنن. بله درست میفرمایید، خودشون باید انتخاب کنن. نگاه به هر حال راهنمایی بزرگترا بی تاثیر نیست. اون که بله، ولی جوونای امروز هم الحمدلله خدا رو شکر همه تحصیل کردن، خودشون بعد از خود تشخیص میدن. اینجوری که فرزاد جان هم تعریف کرده برای ما، ماشاءالله نگار خانم دکتر هنرمند و با فهم و کمالاتی هست. خواهش میکنم. وقتی فرزاد تعریف شما و نگار خانم رو کرد، به نظرم که کار خیر نباید بده. بله درست میگی. به هر حال هر که در مادر دوست داره از یه خانواده از اون نسبدار آبرومند. بله صحیح میفهمید. باور کنی همین که از در وارد شدم خانواده تون به دلم نشست. خواهش میکنم فقط منتظرم عروس خانم بیاد ببینم. شما دوست دارید اینقدر فرزاد از عروس خانم و شما تعریف کرده برای ما، خواهش میکنم واقعا مشتاق زیارم. دیگه نظر لطف شما ولی واقعا نگاه جون دختر بسیار بسیار مسئله. حتما هم همینطوره. بالاخره با داشتن همچین پدر و مادری کمتر از این هم انتظار نمیدیم. محبت شما دوست دارید. نگاه جان میگم با سین دختر رو خوشم. من برم ببینم چه نمیدیم. فکر نمیدیم به حرف زیادی برای گفتن. نگاه جان نیلوفر پس چرا فایستی بابا زشتی؟ بیاین دیگه. مامان چه؟ نگار نیست. نیست؟ یعنی چی نیست؟ نمیدونم اینو گذاشته رفته، جمعتونش هم برده. برو به بابات بگو بیاد. در منزله مقانم هستم هستم، عاشق و رند و می پرستم هستم. هر طایفه ای ز من گمانی دارم، من زان خودم چنان که هستم هستم، چنان که هستم هستم، چنان که هستم هستم، چنان که هستم.
که هستم هستم، چنان که هستم هستم، چنان که هستم هستم، چنان که هستم هستم.